سلام به همراهان همیشگی امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با جملات کاربردی انگلیسی در هنگام خرید پس با من همراه باشید توی این بخش میخوایم جملاتی رو با هم کار کنیم که وقتی خارج از کشور میریم کمتر دچار مشکل بشیم معمولا همه ما وقتی به سفر میریم اولین مکانی که بهش احتیاج پیدا میکنیم تا یه سری وسایل رو که شاید یادمون رفته و یا شاید اون موقع احتیاج داریم که خریداری کنیم سوپرمارکت هستش پس وقتی از هتل میام بیرون اولین سوالی که توی ذهنم میاد این هستش یه سوپرمارکت خوب واقعا کجاست پس اولین کسی رو که میبینم داخل خیابون ازش میپرسم میتونید یه سوپرمارکت خوب به من معرفی کنید میتونید یه سوپرمارکت خوب به من معرفی کنید؟ Can you recommend a good supermarket? Can you recommend a good supermarket? میتونید یه سوپرمارکت خوب به من معرفی کنید؟ و میدونم recommend به معنای معرفی کردن و یا توصیه کردن هستش. اون شخصی که اونجاست ممکنه به هم بگه There is a really good supermarket just around the corner. یک سوپرمارکت واقعا خوب سر نفش خیابونه. Around the corner میشه چی؟ سر نفش. و یا نه رفتم مسافرت دندونم درد میکنه. احتیاج دارم که خیلی سریع خودم رو به یک داروخونه برسونم. پس اولین سوالی که توی ذهنم میاد چی هستش؟ توی این محدوده یا توی این منطقه داروخونه ای هست پس به اولین کسی که میرسم میپرسم Is there a pharmacy in this area؟ آیا توی این منطقه خونه هست؟ و اون شخص جواب میده نزدیک ترین مغازه چند مایلی اون طرف داره. وقتی به هم میگه چند مایلی اون طرف داره بیشتر گیج میشم. چرا؟ چون نمیدونم که هر مایل چند کیلومتر هستش. پس باید این رو بدونم. هر مایل تقریبا یک کیلومتر و نیم هستش. که اگر بخوام دقیق ترش رو بگم میشه یک کیلومتر و 609 متر. پس وقتی به هم میگه نزدیک ترین مغازه چند مایلی اون طرف داره یعنی چند کیلومتری باید برم جلوتر. اما این جمله انگلیسیش چی میشه؟ The nearest one is a few miles away. نزدیک ترینش چند مایلی اون طرف داره a few چند few miles چند مایل away او اون طرف دار. the nearest اینجا به معنی چی هستش نزدیک ترین near میدونم به معنی نزدیک هست اما nearest the nearest به معنی نزدیک ترین هستش اما میخوام اینجا سوال بپرسم که نزدیکترین مجتمع تجاری کجاست؟ Where is the nearest shopping mall؟ بله. میدونم که نزدیکترین میشد چی؟ The nearest. Where is the nearest shopping mall؟ نزدیکترین مجتمع تجاری کجاست؟ و این رو هم جوابش رو دیگه بلدم. نزدیکترین مغازه چند مایلی اون طرف داره. The nearest one is a few miles away. اما اومدم مسافرت یه کار اداری واسم پیش اومده باید یه سری مدارکم رو ارسال کنم پس به اداره پست احتیاج دارم Could you direct me to the nearest post office please میشه لطفاً آدرس نزدیکترین اداره پست رو به من بگید Could you direct به معنای آدرس هم آدرس دادن میم که میدونم به من to the nearest نزدیکترین پست آفیس اداره پست پلیزم هم که میدونم لطفا میشه لطفا آدرس نزدیکترین اداره پست رو به من بگید و اما امروز یک شنبه است و من نمیدونستم که یک شنبه ها اداره پست تعطیله اداره پست یک شنبه ها تعطیله the post office isn't open on sundays اون شخص به من میگه اداره پست یک شنبه ها تعطیله و اما بریم سراغ پارت بعد وارد یک فروشگاه میشم مثلا میخوام لباس بخرم choose the device at the time of purchase انتخاب وسیله در زمان خرید چوز که میدونم به معنای انتخابه دیوایس وسیله هستش The time of purchase زمانه purchase خرید وقتی که وارد مغازه میشم اون uh, salesman or saleswoman از من سوال میپرسه میتونم کمکتون کنم یا ممکنه کمکتون کنم که جملهش رو تقریبا هممون میدونیم Can I help you? میتونم کمکتون کنم Or may I help you? ممکنه کمکتون کنم؟ و یا میخواد بگه که میتونم کمکت کنم تا چیزی رو که دنبالش هستی، چیزی رو که میخوای، چیزی که توی ذهنت هست رو پیدا کنی؟ آیا این جمله با جمله قبلی خیلی متفاوته؟ قطعا نه. Can I help you find something? میتونم کمکت کنم تا چیزی رو که میخوای پیدا کنی. و اما شما جواب میدی نه ممنون فقط دارم تماشا میکنم یعنی قصد نداری که فروشنده رو اذیت کنی چون قصد خرید نداری No, I'm just looking. Thanks. نه من فقط دارم نگاه میکنم فقط just thanks ممنونم اما اگر گفتی yes یعنی چی قصد خرید داری آقای فروشنده سریع بهتون میگه کدوم رنگ میخواین؟ کدوم رنگ رو میخواین چی میشه؟ What color do you like؟ کدوم رنگ میخوای؟ کدوم رنگ رو دوست داری؟ یا کدوم رنگ رو میپسندی؟ What color do you like؟ و شما جواب میدی؟ آیا رنگ دیگه ای هم داره؟ مثلا زرد و آبیش اونجا هست. آیا رنگ دیگه ای هم داره؟ Would you have this in another color? آیا رنگ دیگه ای هم داره؟ اگر داشته باشه که قطعا اون رنگ رو باستون باز میکنه و یا بهتون نشون میده و اما اگر رنگ دیگه ای نداشت میگه متاسفم فقط همین رنگ رو داریم متاسفم فقط همین رنگ رو داریم چی میشه؟ I'm afraid that the only color we have من متاسفم که فقط همین رنگ رو داریم خب وقتی بخوام متع... حتما هممون توی ذهنمون میایم خب چرا اینجا نوشته I'm afraid ولی من نوشته من متاسفم وقتی که بخوایم معدبانه به کسی بگیم متاسفم میگیم I'm afraid بله میگفتیم I'm sorry هم میشه به معنای متاسفم اما معدبانه ترش معمولا میگیم I'm afraid I'm afraid that's the only تنها color تنها رنگی که we have ما داریم من متاسفم که فقط همین رنگو داریم یا تنها رنگی که داریم همینه حالا میبینی که از اون رنگم بدت نیومده قیمتش رو میخوای بپرسی قیمت این چقدره how much is this how much is this how much و how many رو هممون تقریبا بلدیم how much برای چیزهایی به کار می رفت که uncountable nouns بودن یعنی اسمهای غیر قابل شمارش و how many برای countable nouns برای اسمهای قابل شمارش برای اینکه بخوام قیمت چیزی رو بپرسیم چون که معمولا میگیم مثلا 1550 تومان یا میخوایم بگیم 22 دلار و 50 سنت خورد داره پول پولی که میخوایم بگیم و واحداش کامل نیست معمولا از how much استفاده میشه. پس میپرسیم how much is this؟ قیمت این چقدره؟ و یا میخوام بگم قیمت اینها چقدره؟ یه جفت کفش دیدم خیلی قشنگه. قیمت اینها چقدره؟ پس برای کفش آیا how much is this میپرسم؟ نه. برای کفش معمولا از جمع استفاده میکنم. How much are these؟ قیمت اینها چقدره؟ و یا میگم how much does this cost آیا معنیش با قبلی متفاوت نه how much does this cost هم به همون قیمت به همون معنا هستش یعنی قیمت این چقدر میشه how much does this cost کاست هم اینجا دوباره معنای چی هست قیمت و یا همون هزینه آقای فروشنده به ما میگه این اون قیمتش 10 دلاره اون قیمتش ده دلاره that one is 10 dollars ده دلار قیمتش و یا میگه اینها هر کدام قیمتشان پنج دلاره اینها هر کدوم قیمتشون پنج دلاره آیا هر کدوم رو میدونستم اگر میدونیم که خیلی عالیه و اگر نمیدونیم They are five dollars each. اینها هر کدومشون پنج دلاره. میبینم قیمتش بالاست. آیا چیز ارزون تری هم دارید؟ Have you got anything cheaper؟ چیز ارزون تری هم دارید؟ چیپر میدونم به معنای چی هستش؟ ارزون تر. پس چیپر چیپ میشه ارزون. ارزان تر میشه چی؟ چیپر. Have you got anything cheaper؟ چیز ارزون تری دارید؟ یا میخوام بگم چیزی داریم که خیلی گرون نباشه گرون هممون میدونیم اکسپنسیو هستش حالا میخوام این اکسپنسیو رو منفیش کنیم یعنی گرون نباشه پس چی میگم Do you have something less pricey or do you have something less expensive آیا پرایسی که همه ما میدونیم به معنای قیمت هستش less pricey چیزی رو دارین که قیمت کم قیمت تر باشه و یا less expensive باشه گرون نباشه یهو سورپرایز میشیم این وسیله الان توی تخفیفه یا این کالایی که الان مد نظر شماست و میگین گرونه الان توی تخفیفه This one is on sale right now. این وسیله الان توی تخفیف آن سیل به معنای چی هستش تخفیف دوست دارید این رو امتحان کنید would you like to try it on وقتی میبینه شما سرپرایز شدین و معمولا بهتون میگه حالا دوست دارین امتحانش کنید would you like to try it on آیا دوست داری امتحانش کنی اینجا try به معنای چی هستش امتحان کردن هستش و ازتون میپرسه وقتی میبینه لبخند رضایت میزنید ازتون میپرسه چه سایزی رو میخواین؟ What size would you like? چه سایزی رو میخواین؟ سایزتون رو میگین مثلا large هست, x large هست, small هست, medium هر چیزی که هست رو میگین و بعد میپرسین که اتاق پرو کجاست؟ اتاق پرو where is the changing room or where is the fitting room? چه بگیم changing room و چه بگیم fitting room هر دو درست است Where is the changing room or where is the fitting room اتاق پرو کجاست آقای فروشنده به ما میگه اتاق پرو اون سمت The changing room is that way or the fitting room is that way سمت چپ سمت راست یا مستقیم رو به همون نشون میده و میگه اتاق پرو اون سمته. لباست رو میپوشی میبینی که یه سایز کوچیکتر میخوای یا یه سایز بزرگتر. پس میپرسی که آیا سایز کوچیکتر داره؟ آیا سایز بزرگتر داره؟ Do you have a smaller size? سایز کوچیکتر داره؟ Do you have smaller size? و حالا میخوای بگی آیا سایز بزرگتر داره؟ Do you have bigger size? Or do you have larger size? بله. چه بگیم bigger size؟ چه بگیم larger size؟ هر دو به معنای سایز بزرگتر هستش. ولی برای اینکه بخوایم بگیم سایز کوچکتر معمولا میگیم do you have a smaller size؟ و آقای فروشنده دو مرتبه میگه متاسفانه دیگه از این چیزی برامون نمونده. یعنی همون سایز فقط داریم ازش. برای همینم توی تخفیف بوده قطعاً. پس میگه متاسفانه رو میدونم I'm afraid we don't have any more left. متاسفانه دیگه از این برامون چیزی نمونده. حالا میخوایم در رابطه با ساعتهای کاری مغازه ها و فروشگاه ها صحبت کنیم. Working hours of shops and stores. ساعتهای کاری فروشگاه ها رو واسه چی؟ خب. یه لباسی رو پوشیدم اما یه مقدار توش دو دلم چرا چون اولین مغازه است که رفتم میخوام یه دوری بزنم و اگر که بهتر از اون پیدا نکردم برگردم بخرم پس معمولا بپرسم تا چه ساعتی باز هستین What time are you open until? What time are you open until? تا چه ساعتی مغازتون بازه؟ و آقای فروشنده میگه ما از ساعت نه صبح تا شیش عصر باز هستیم. We are open from 9 a.m. to 6 p.m. From as 9 a.m. no soap to ta, 6 p.m. شیشه as. مغازه شما آخر هفته ها هم بازه امروز دیگه فرصت نمیشه بیای مثلا بخری کردیت کارت هم راحت نیست میخوای فردا آخر هفته بیای بگیری آیا مغازه شما آخر هفته ها هم بازه Are you open on the weekends? آیا شما آخر هفته ها هم باز هستین؟ Are you open on the weekends? و آقای فروشنده میگه ما هفت روز هفته رو باز هستیم. یعنی همیشه مغازمون بازه. We are open seven days a week. ما هفت روز هفته رو باز هستیم. خب دوستان درس امروزمون به پایان رسید. شما عزیزان را تا درس بعد و ویدیوی بعد به خدای بزرگ میسپارم شاد و پیروز باشید